بسیار خوب. امیدوارم که آیا تصمیم داری که آلبوم بعدی رو هم شروع بکنی؟ 100% همین الان یه جورایی در فکرش هستم و دارم کار رو انجام میدم که مقدمات آلبوم بعدی رو دارم درست میکنم که آهنگا رو دونه بدونه ضبط بکنم. چند تا ویدیو درست کردی تا حالا؟ تا الان 4 تا ویدیو درست شده. ویدیوی هدیه هم دزدان بهیم که تقریبا کارش داره تموم میشه و اونم به زودی آماده پخش خواهد شد و حالا کار زیاد داریم، بازم ویدیو هست. خب در واقع پس به تصویر اعتقاد داری، یعنی میوزیک ویدیو الان در سهم بسیار زیادی برای معرفی کاننده داره. خب چجوری شد شرکت ترانه رو انتخاب کردی؟ این یکی از واقعا خوشبختی های من بود که تونستم که با شما عزیزان، با جناب وارتان و جناب آقای طبریایی آشنا شدیم و من حتما دلم میخواست از و این کار رو از هر مایکروفونی که باشه، حالا نه چون الان در شوی تلویزیونی ترانه هستم، هر جایی باشم نهایت تشکر رو میخوام داشته باشم از عزیزانمون، به خاطر اینکه اینقدر به هنر اهمیت میدن، اینقدر به هنرمند، به شعر، به موسیقی، به ظرافت‌های موسیقی اینقدر اهمیت میدن که من واقعا خوشحالم که با این عزیزان دارم کار میکنم. یه محیط ریلکس، آروم و واقعا میگم پشت و جلوی دوربین هیچ تفاوتی نداره، دوست، مهربون. نه من پشت دوربین کراوات نمیزنم. به هر حال من واقعا من اینو همیشه دوست داشتم بگم که روزی که من آقای وارتان عزیز رو دیدم، آقا از من تعریف نکن، نه کار بگم، نه کار مهم نیست، این مهمترینه، مهم که این کار چجوری داره پخش میشه. آقای وارتان عزیز که دیدم بهشون گفتم که این کار من هستش، ایشون به من گفتن که اینو آهنگا رو به من بده من گوش کنم، شما 2 روز بعد با من تماس بگیر. و اینقدر این موضوع برای من مهمه، هرگز یادم نمیره که اینقدر وارتان عزیز براش مهم بود که به این کارا گوش کنه، این آهنگا و این موسیقی ها رو گوش کنه، ملودی ها رو گوش کنه تا بعد بخواد با من صحبت بکنه در مورد پخشش. یعنی کوالیتی کار، کیفیت کار براشون مهم بود. این برای من نهایت ارزش رو داشت و واقعا ازتون متشکرم. خواهش می‌کنم، بالاخره باید همینجوری باشه، کارو باید گوش بکنی تا متوجه باشی با اون کسی که کارو برده چه صحبتی باید داشته باشی. اجازه بدید بریم و یکی از کارهای دیگه‌ای که اسی عزیز الان برای شما آماده کردن با هم دیگه نگاه بکنیم و برمیگردیم و در انتهای برنامه با شما عزیزان خواهیم.